Men idag har vi då en lite speciell gäst som är där uppe och träffar oss och er. Och det är då Ali Esfati. Han är högt uppsatt politiker kan man säga. Han är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Mardröm faktiskt alltså kan se ut för det när såna här saker har hänt. Det här har ju inte hänt och kommer förhoppningsvis inte att hända. Liknande saker som handlar om att människor blir utsatta för terror till exempel på grund av vilka de är eller varifrån de kommer eller situationer. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و پر انرژی باشید. امروز در خدمتتون هستم با یه دونه ویدیو، اونم درباره آماده کردن یه سری غذاهای نیمه پخته توی فریزر واسه کسانی که مثلا میخوان بچه به دنیا بیارن، دیگه ماهای آخرن و خونه رو یخچال و همه چی آماده کنن، چون دیگه بچه کوچیک که به دنیا میادش آدم ها اول حتی ممکنه چون برنامه ریزیاش عوض میشه، همه زندگی عوض میشه، نتونه غذا درست کنه. یه واسه مثلا خانمای شاغل که بیرون از خونه کار میکنن، البته میدونم که خیلیاتون این کارا رو بلدین، ولی من یه سری غذا آماده میکنم میذارم توی فریزر، مثلا قرمه سبزی. ولی مثلا نمیدونم شما اینطوری هستین یا نه، وقتی که قرمه سبزی میپزیم آماده میذاریم تو فریزر، بعد از اینکه گرم میکنیم به من که حس خوبی نمیده، از تو فریزر غذا میارم در میارم بیرون گرم میکنم، مثلا نمیدونم برای من انرژی منفی داره، ولی بعضی موقع البته خوب به درد میخوره. ولی این مدلی که من آماده میکنم خیلی خوبه، همین که آدم رو گازش هم غذا داره میپزه، همین که وقت نداری مثلا یه سری غذا رو سرهم کنی. مثلا من قرمه سبزی آماده میکنم، همین موادش و گوشت و سبزی و اینجور چیزا رو سرخ میکنم و لوبیا و همه چیشو میذارم تو فریزر. بعد از اینکه هر موقعی که خواستم قرمه سبزی درست کنم عجلم دارم، در میارم فقط آب میریزم روش میذارم بپزه. خیلی اینجوری راحته، تقریبا نصف بیشتر مراحلش انجام شده. امروز من میخوام گردو هم برای فسنجون آماده کنم. گردو رو من با پیاز چرخ میکنم مثل مامانم هم اینجوری درست میکنه، فسنجوناش هم خیلی خوشمزه میشه. فرقش هم با فسنجونای بقیه اینه که من پیاز داغ درست میکنم، همون گردو و پیازی که چرخ کردم به حالت خمیری شد، همونو با همون اضافت آخر فسنجون با همون پیازه. حالا یه روز که فسنجون درست کردم یه اونجا مراحل درست کردنش رو میبینید. فقط امروز من این فیلمی که گرفتم از اون قسمتی که پیازا رو خرد کردم با گردو خوب میکسشون کردم، اون قسمت فیلم گرفته نشده، نمیدونم پاک شده چی شده، ولی فقط از اون قسمتی که گردو رو آماده کردم تو ظرف ریختم فقط هستش. یکم از این گوشت قلقلی آماده کردم، گوشت چرخ کرده رو پیاز دادم، ولی خب میخواستم کارهای دیگه هم بکنم که دیگه فرصت نشد. یه کار دیگه هم که میخواستم بکنم وقت نشد، این که میخواستم گوشت چرخ کرده و پیاز رو سرخ کنم. این خیلی به دردتون میخوره، اگه شما وقت میکنی حتما انجام بدین. یه چند کیلو گوشت چرخ کرده رو، حالا هر چقدر که دوست دارین، با یکی دو کیلو پیاز قشنگ خرد کنید و اینا رو با هم دیگه تفت بدین، بذارین قشنگ آب گوشت کشیده بشه. بعد احتیاجی نیست بهش هیچ ادویه بزنه، چون هر غذایی ادویه خودشو داره. به خاطر همین بعد اینا رو بسته‌بندی میکنی میذاریم تو فریزر، یه وقت در میاری با این آماده فقط بهش رب بزنی، زردچوبه میزنی، حالا هر چیز دیگه ای ماکارونی درست میکنی، یه وقت دیگه نمیدونم واویشگاه درست میکنی، یه وقت دیگه لوبیا پلو، عدس پلو، یک عالم غذا میشه با این درست کرد. اینم حتما تو یه ویدیو دیگه درست میکنم و بهتون نشون میدم، پس با من همراه باشید. Thank you.
خب دوستای عزیزم، این بود ویدیو امروز من. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید و برام کامنت بنویسید. اگرم هنوز عضو کانال من نشدید، همین الان دکمه قرمز سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید با اطلاع بشید. همتون رو دوست دارم. خدا نگهدار.